در استکهلم امروز تظاهراتی برگزار میشه در پشتیبانی از جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی، برای آزادی زندانیان سیاسی با یاد ژینا و آرمیتا و صدها نام عزیز دیگه. هنرمندانی هم در سالگرد دستگیری سامان و توماج برنامه اجرا خواهد کرد. اکنون همراه هستیم با ساموئل نظری با نام هنری الوین. درود بر شما آقای ساموئل. اسم هنریم و تو سوئد آلیوان هست، ولی اسم خودم ساموئل نظری. مرسی. بله. شما چطورین؟ به شما سام میگن دیگه. سام میشه هر جوری. خب آقای سام، شما در تظاهرات امروز شرکت میکنید و برنامه اجرا میکنید در سالگرد دستگیری توماج و سامان. بله، سامان یاسین و توماج صالحی که خود توماج یه ساله فکر کنم امروز که توی زندان بوده و من اصلا از موقعی که اون زندانی شد اصلا علاقه نداشتم به موزیک خودم، اصلا هیچ چیزی نداشتم که علاقه نداشتیم که اونو بخونم، برای همین همش آهنگای اونو دارم میخونم. تو چندی تا تظاهرات بودم و خوندم، ولی این خب دفعه خود مخصوصه. امروز برای شما در این تظاهرات شرکت میکنید و آهنگایی از توماج و سامان رو احتمالاً قاید خواند اونجا. یک کسی دیگه میاد که نمیدونم اسمشو، ولی یه پسر دیگه میاد که آهنگای سامان یاسین رو میخونه و من یه چند تا آهنگای توماج رو میخونم و قراره که به حالت همون حالتی که داره تو زندان زیر شکنجه باشه. یعنی من رو زانو میشینم تو سرگلستور، ساعت 2 شروع میکنم من، ولی خود تظاهرات شروع میشه. من قرار رو زانو باشم، دستام هم دستگیری، یعنی دستام بسته است پشت کمرم و چشمام هم میبندن و زیر شلاقم میرم. خب درباره اهمیت اینکه ملت مردم شرکت بکنن در این تظاهرات، خیلی فکر میکنن که جنبش زن زندگی آزادی تموم شده، سرکوب شده. شما چی فکر میکنید؟ یه مشت چیزهایی هست که شاید این به این فکر برسونه و اینه که مثلا خیلی جایزه و این چیزها شده تو نام مثلا نرگس خانم، نرگس محمدی اسمشه، که توی نوبل چیز شد. خود ژینا هم بعد از مرگش هم یه مشت جایزه هایی دریافت کرده، ولی هنوز ما که میبینیم، مردم که میبینیم، نتیجهش به خیلی جای نرسیده. اتفاقا بدتر هم شده توی ایران. اگه به تو موضوع آزادی داریم حرف میزنیم، کمتر آزاد شده. یه مدتی میذاشتن بی حجاب را برن و این و اون، ولی دوربین آوردن و خیلی هم سخت‌تر شده. خیلی یه مش چیزهای دیگه هم دیدیم. ژینا مهسا امینی یک اسمی بود، یه الگویی بود واسه این موضوع، ولی چندین تا بعد از اونم کشته شدن به خاطر این همین کار بی حجابی. ارمیتا و خیلی اسما هست. سامان دیده بودم در آخرین تظاهراتی هم که بود در نورمال سوژی اونجا شرکت کرده بودی، صحبت میکردی. بله. هم صحبت میکنی و هم ترانه میخونی، بیشتر رپ میخونی نه؟ بله، من همه زندگیم رپ خونم. از بچگیم رو صحنه بودم تو سوئد، البته واسه ایران همیشه نخوندم، ولی همیشه دلم همراه این موضوع بوده، چون مادر خودم زندانی بوده و زیر شکنجه بوده، برای همین واسه من مهم بوده این موضوع سیاسی ایران. به چه زبانی میخونی؟ به سوئدی و انگلیسی، بعضی وقتای خورده ایرانی هم قاطی کردم توش. الان شاید بیشتر علاقمند بشی که فارسی هم بخونی. من واقعا
خواستشو دارم، آرزوشو دارم. من البته خودم متولد سوئدم، مثلا ایرانو ندیدم، نتونستم برم، چون که آره دیگه به خاطر وضعیت مادرم و اینا. و منم خیلی افتخار میکنم به اونایی که خواننده های تو ایران هستن، مخصوصا در رپ. مثلا من بخوام آهنگای توماج رو حفظ بشم بکنم، خیلی واسم سخت بوده، برای که فارسیش فوق‌العاده سخت‌تر از اون فارسیه که من حرف میزنم. من فارسی عادی بلدم یه خورده و بی سوادم هستم، نمیتونم بخونم یا بنویسم، ولی علاقه‌شو دارم. بله خب معلومه که علاقه‌شو دارم، ولی اگه کسی کمکم کنه، آره الهی توماج آزاد بشه، بتونیم با همدیگه موزیک درست کنیم. بله خب خودت رپ میخونی؟ یعنی رپ میخوندی یا تو سبک دیگه هم؟ هم خوندم هم آهنگ میخونم و هم رپ میکنم، یعنی دوتاش آهنگ ولی به صورت مختلفیه. البته وقتی من شروع کردم بچگیم رو صحنه وای میسادم، من تو کلیسا میخوندم، من و مادرم مسیحی هستیم و تو کلیسا بزرگ شدم و اونجا گسپل میخوندیم، برای همین از اونجا علاقه موزیکم از اونجا میاد اتفاقا. اسمت هم ساموئیل هست دیگه؟ ساموئیل، بله، یه اسم انجیلیه. آها خب از برنامه دیگه تظاهرات خبر داری؟ چه کسانی دیگه میان؟ دوستایی دیگه؟ کاش که بچه های خود اینایی که پشت این وایسادن میتونستن اینجا باشن و بگن، مثلا آفاق جون و اون یکی بچه های مبارزین اسکاندیناوی و ایرانیان اکتیویست، کاش که اینجا بودن بتونن بگن. من فهم میدونم که باید کسی، اونی که میاد ما رو سامان یاسین رو میخونه، که فکر کنم کرد نژاد باشه و ما خیلی آدم های مختلفی هستیم اونجا، اصلا از سیاسی تا اصلا فکرامون مختلفه، ولی هماهنگ داریم و اتحاد داریم واسه این موضوع. اطلاع ندارم زیاد رو اون یکی هایی که میخوام بخونم، ولی که من خودم دقتم بوده روی اینه که اصلا آهنگای توماج رو حفظ کنم. برای همین متاسفانه این اطلاع ندارم واسه شما، ببخشید. خواهش میکنم. آهنگای توماج رو چجوری دیدی؟ الان بخصوص میگی که حفظم داریم میکنی، حالا با همین مقدار شاید کلماتی رو دقیق متوجه نشی یا معنیش برای سخت باشه، البته فکر نمی کنم، چون اونم خیلی ساده میکنه، اساسا رپ خیلی کلمات ساده به کار میگیرن، ولی چه تأثیری گرفتی؟ خود ترانه هاش رو بیشتر چگونه دیدی؟ آیا تو هم در همین سبک و سیاق؟ من سعی میکنم راب خیلی وقتا میتونه یه خورده بیشتر واضح تره، ظاهر میتونه یه خورده بیشتر رو ظاهر باشه، ظاهری میتونه باشه، اگه مقایسه کنی با آهنگای شعرهای فارسی مثلا از قدیم تا حالا بیش خیلی عمیقن. ولی اگه مقایسه کنی آهنگای توماج رو با رپ‌های دیگه که از ایران اومده، خیلی فرق داره و خیلی بیشتر عمیق تره. و چجوری من تونستم مثلا رسیدم به اینه که اصلا بشنوام توماج رو؟ به خاطر اصلا نسل مادر پدرهای ما، اونا هم خوششون میاد از توماج، چون که احساس میکنن رپش نه فقط حقیقت داره، خیلی هم عمیق‌تر از آهنگای دیگه ایه که شنیدن از این نسل جوون. برای همین من اینجوریه که افتخار میکنم به اون، برای که احساس میکنم اون به یه سطح دیگه است. و چجوری من یاد گرفتم؟ از طریق مادرم. اتفاقا مادرم منو کمک کرده که تبدیل بدم به فکرم، یعنی که بفهمم اصلا. و آره مثل مترجم مونده واسه من. و من البته خودم میشینم گوش میدم و مینویسم به جور وسترلنسک دیگه، یعنی جور سوئدی انگلیسی مینویسم، بعدا میپرسم این یعنی چی. حالا به خاطر اینم، به خاطر این توی یه سال حالا که من این چیزها رو خوندم، ماره توماج رو خوندم،
یه آهنگ خونم که ندیدی اسمشه، حالا امروز سوراخ موشم میخونم، یه مش چیزایی توش میگه که من اصلا قبلا نمیفهمیدم، ولی به خاطر آهنگای توماج و به خاطر که مادرم تونسته مترجم باشه واسم، شروع کردم بفهمم و اتفاقا فارسیمو هم قوی تر کرده. پس تاثیر گرفتی از ترانهای توماج توی خوندنهای خودت به سوئدی و انگلیسی؟ اون من تو سوئدی انگلیسی خودم دارم این چیزو، این سوادو دارم من، چون که اینجا بزرگ شدم و ما هم اینجا انگلیسی از کوچیکیمون یاد میگیریم و من از کوچیکیم این چیزو اتیل داشتم که بتونم عمیقا یه چیزی بنویسم، ولی مقایسه میتونم بکنم ما رو با هم، برای که توماج تو همون رشته راپ هست که چیزای خوبی میخونه، حقیقت میخونه، منم توی موزیکم اینجا هم با حقیقت هستم همیشه و با حق مردمم. خودت در سوئد بیشتر درباره چه موضوعی میخونی؟ ترانه خودت چگونه است؟ همه جور موضوعا، ولی معمولا سعی میکنم که عمیق باشم و از راستگویی، مثلا راست، حق مردم، حق کلی، اصلا بیشتر انسانیت. بیشتر درباره چی میخونی؟ مثلا درباره دیسکریمینرینگ و تبعیض و اینا میخونید؟ برای درباره نابرابری ها، اختلافات تو جامعه، اختلافات طبقاتی و کلاس شیلناد و اینا؟ بله، من خیلی مختلف دارم، برای که من تو چندین ساله که موزیک درست کردم، برای همین موضوعاش خیلی هست. یعنی همینی که میگی چی میگن، رتویسا چی میشن، حق عدالت، آره، عدالت جامعه و خیلی چیزا هست تو سوئد اتفاقا که آدم لازم ازش حرف بزنیم. حالا این روزا متاسفانه این چیزا دیگه مد نیست، یعنی قبلا این چیزا عادی بود و آدما هم میخواستن این چیزا رو بشنوهن، ولی این روزا بیشتر میخوان از لباسایی که میپوشن حرف بزنن، ماشینایی که میبرن، اسلحه‌ای که میزنن، کی رو کشتن و کی اونو نکشته. خیلی چیز شده، اصلا شیطانی شده این رشته راپ سوئد و اصلا تو کل دنیا. برای همین من هیچ علاقه هم ندارم که خیلی بمونم توش، برای همینم هم موندم توی موضوع توماج و اصلا فدا کردم موزیک خودمو برای که واسه چیزهایی که معنی داره حرف بزنم. اگه ندارم چیزی حرف بزنم ازش، بهتر حرف توماج بزنم اصلا. ولی خب ادامه میدی دیگه. بله، من اصلا همه زندگیم این کارو کردم. یعنی میشه که حرفه‌ای الان تو این کارو میکنین، کار خوانندگی و رپ و اینا؟ چی گفتی؟ به شکل حرفه‌ای این کارو میکنی دیگه. یعنی حرفه‌ای میشه چی؟ یعنی شغلت شده از این بوده؟ آره، یعنی تو موزیک دیگه میاد و میره اینجور درآمد، ولی شده مثل شغلم. آره، خیلی وقتا هم اصلا اقتصادی تنها چیزی بوده واسه من، ولی من کارهای دیگه هم میکنم. من خیلی میرم باشگاه، مثلا طبلا میکنم توی مثلا مویتای، MMA، کشتیگیری و این چیزا، و خیلی هم با بچه ها کار میکنم توی باسکتبال، مربی هستم، خیلی کارها میکنم که توی چیز، توی اون شهری که زندگی میکنم چی میشه؟ سوئدیش میشه ایدیل آلبرته، یعنی بدون که پول دریافت کنی خیلی هم واسه دیگران کارهایی. آره، خیلی از هنرمندا در شروعش ایدیل آلبرته میکنن دیگه کار. بله، منم خیلی وقتا اینجوری بودم، میاد و میره این درآمدا. وقتی خدا واسم باز میکنه این موقعیتو میرم دنبالش، ولی چیز خیلی مهمی نیست واسه من پول و مقام. بله سام، الان پیت اعلام کرده، البته خبرش قبلا هم اومده بود، میدونی که آرمیتا گفته بودن دچار مرگ مغزی شده. بله، و الان اعلام کردن که مرگش رو اعلام کردن بعد از 3 هفته در کما بودن. امروز به شما امروز تظاهرات دارید، چه کار میخوایید بکنید؟
یعنی فکر میکنی که این اعتراضات چجوری میتونه دامنش بیشتر بشه؟ برای یه هنرمندی که هر حال تعهد داری، خیلی الان علاقمند هستی راجع به مسائل ایران، راجع به این اعتراضات، راجع به زن زندگی آزادی کارهای انجام بدی، همینجور که حضور خودت و پشتیبانی از توما، سامان، اینا خیلی مهمه. بله، من که احساس میکنم مایی که اونجا هستیم امروز یه چند تایی از خیلی های هستیم که هنوز موندیم، خیلی هستن که نموندن، خیلی هستن میان و میرن وقتی میبینن یه چیزی مثلا همین حالا حالتش خیلی قوی باشه میان دنبال. مثلا مردم اینجوری هم کلی همیشه تو تاریخ اینجوری بوده، ولی من احساس میکنم که تنها کاری که میتونم بکنم اینه که یه الگو باشم واسه این موضوع و خودم رو فدا کنم واسه مثلا خواستای خودم رو فدا میکنم. واسه من انقدر مهم نیست و بتونم دیگرون رو چیز کنم، اینسپایر بکنم که اونا همی بکنن، دیگه نمیتونم بیشتر. اونایی که این دارن تنظیم میکنن مبارزین اسکندیناوی اینا هم میدونن اینو، که میبینن که کمتر و کمتر تعداد کمتر و کمتر میشه، ولی این یه چیزیه که خب هر کسی که توی این موضوع هست میدونه اینو، یه چیزی غیر عادی نیست، تو همیشه تو تاریخ اینجوری بوده، مخصوصا هم ایران خیلی اینجوری بوده، رفت و آمد داره خیلی زیاد، ولی موضوعش میمونه دیگه، حقیقت هنوز همونه. و من حالا نمیدونستم که ارمیتا مرده بود و خیلی ناراحت میشم، اینو میشنوام و اینو همراه میبرم تو احساسم که با قدرت میرم اونجا، هم واسه اونم حرف میزنم، واسه اونم وای میسم، چون که توماج هم واسه دخترای مثل اونم ایستاده و هنوزم زیر شکنجه است واسه همون موضوع از همون رژیم. و منم به خدا خودم هم میرفتم زیر اون شکنجه اگه میتونستم. حالا میخوایم امروز به جور سیمولیشن میکنیم این کارو، یعنی که واقعی نیست، ولی منم زیر با کابل قرار منو بزنن و قرار منو توهین کنن و تناب دار قرار بلور در واقع نمایش آن چیزی که در زندانهای ایران میگذرد خواهید داشت. بله بله، و همون روشاش فرق نکرده زیاد، یعنی نگاه کنی مادر من توی اول مثلا چی میشه 80 میلادی، یعنی بعد بله. از انقلاب خیلی نزدیک، آره، اونم زندانی شد، یه دو سالی وزیر شکنجه بود روزانه، و اونم روشایی که اونو میزدن اگه مقایسه کنی با چیزایی که تعریف میکنن از زندان امروز همونه، چیزی فرق نکرده. این شکنجه هم روانی هم جسمی. بنظرم میرسه که از مادرت خیلی چیزا آموختی، رابطه بسیار صمیمانه و گرمی داری با مادرت. بله بله، مادر من واقعا الگوی زندگی منه و ایدال منه، خیلی دوستش دارم و خیلی افتخار میکنم بهش، برای که خیلی سختی دیده ولی مسلط وایساده و هیچ وقت نذاشته این به مادریش بخوره، همیشه یه مادر خوبی بوده واسه من، حتی اگه تجربه هاش همیشه بهش حال خوبی نداده، ولی ما به خدا امید داریم و ایمان داریم و قدرتمون از اونجا میگیریم. اسم هنری تو چگونه انتخاب کردی؟ این یعنی چی؟ چرا هم انقدر بهش چیز نمیزه، خیلی بهش دقتم نمی کنم، برای که یه چیزی که کوچیک بودم اومد به فکرم. من همیشه توی موزیک خواستم نه فقط تو راپ باشم، چون که من توی مثلا تو کلیسا هم میخوندم و اینا، میخواستم موزیک های مختلفی درست کنم، از راک تا رگی تا راپ، و خیلی هم کردم اینجوری. و all you want یعنی هرچی که میخوای، all you want مثلا all you want بدون تی تو آخرش، یعنی این یه چیزیه که همینجوری سعی کردم هم چندین بار عوضش کنم، ولی مردم هنوز به من میگفتن آلیوان، دیگه موندم توش، اصلا مجبور شدم استفاده کنم. خودم اگه بخواد خودم بخواهم فقط اسم خودم رو داشته باشم، اگه راستشو بخوای سموئیل نظری اسمم هم بهترم جواب میدم به اون. سموئیل اینجا میشه که سموئیل، آره سوئدی میگن سموئیل، سموئیل میشه خب
چیز یهودیه دیگه از اول. ولی فکر کنم سموئیل هم تو اسلام هم داشته باشه، ولی ما من از انجیل، چون ما مسیحی هستیم. خب سموئیل در پایان دوست داری؟ خواهش میکنم. چی؟ من ازت درخواست بکنم یک ترانه چیزی برای ما بخونی، حالا یا از کارهای خودت یا از کارهای توماجو. اگه دیدی درد مردم و ولی چشاتو بستی، ظلم به مظلوم رو دیدی و از کنارش رفتی، اگه از ترس یا واسه منفعتت خودت کردی، تو هم همدست ظالم هستی، تو هم مجلم هستی. اگه خودتو به خواب زدی وقتی که خونا رو میریختن، گرفتار کسبتی وقتی جون جوونا رو میگیرن، اگه وسط بازی وسط بودی و گفتی سیاست چی هست، بدون رأی سفید نداریم، بیطرف نداره این جنگ. اگه دست رو چشمات گذاشتی، دستات خونی هن، خائنی اگه تریبون داری یا حرفات بو میدن، دوری از وطن و دوربینای ما کمسو نیستن، یادت باشه کسافتهای پشت ابر لو میرن. اگه سرپوش گذاشتی رو قتل، تو هم قاتلی، واسه پوشوندن جنایت باید رو خون را بری، بدون مال کشیدن تو این سیستم کامل نیست، ایران انقدر زندان داره که همه تون جا بشین. مرسی، ممنون از تو سامر. و امروز تظاهرات در استکهلم ساعت 2 در سرگ استوری برگزار میشه. ساعت 2:30 هم سامر برنامه خواهد داشت. من 2:15 دو روب مثلا. آره. با یاد جینا آرمیتا برای آزادی زندانیان سیاسی. بله. روز و روزگار بر تو خوش. شما هم همینطور. مرسی، خیلی ممنون. من از بازماندگان آبانم، شعرم صدام جاودانم، من یکی از هزارانم، پایان شیرین داستانم، مست شلاقیم که خوردم و پیروز زندانیم که بردن، شعله خاشاکیم که گفتن پشت به زندگی رو به دشمن، دو الف کوه پروندم، کسرا گل رخ در بندن، خون سیاوشم، کمان آرشم، پروازیم که پر زد رفت، تابش ناگریز نورم، رویش ناگزیر بذرم، ریشه دارم، استوارم، من درخت امید وطن، بچه کارم، گمنامم، پینه دست رویاهم، فضل اتحاد کردانم، خون نداهم، سلطانم، خشکی قلب دریا که هم بال بریده پروازم، سینه صورت سربازم، تیر تو سینه احواسم، فقر بلوچم، کولبر کردم، زبان مادریم عربم، ترکن، من پسر ایرانم، بختیاریم، نماد جرأت، من ترس شمام، قاضی وطن، عدل انتهام، برزخ خدام، وحشت شمام، سرباز به حق مرگ افتخار، من خروشی خشمم، قیزم، ریزش صدم، سیلم از درون، یه رنگم، طفلم، لطیف مثل مرگم، شعرم، ایول بشکن، قانون نداریم، قول میدم خوابی رو آروم نذاریم، قول میدم کمتر از تاون نباشیم، متحد میشیم و باهاتون فراریم، بده به من، بده ایران مال منه، بده به من، بده این خاک مال منه، بده به من، بده ویران شده همش، بده که من خودم میسازمش.
درد مردم و ولی چشاتو بستی، ظلمه به مظلوم رو دیدی و از کنارش شستی، اگه از ترس یا واسه منفعتت خودت کردی، تو هم همدست ظالم هستی، تو هم مجلم هستی، اگه خودت بخوام زدی وقتی که خونا رو میریختن، گرفتار کسبتی وقتی جون جوونا رو میگیرن، اگه وسط بازی وسط بودی و گفتی سیاست چی هست، بدون رأی سفید نداری، بی طرف نداری این جنگ، اگه دست رو چشمات گذاشتی دستات خونین، خائنی اگه تریبون داری یا حرفات بو میدن، دوری از وطن و دوربینای ما کمسو نیستن، یادت باشه کثافت های پشت ابر لو میرن، اگه سرپوش گذاشتی رو قتل تو هم قاتلی، واسه پوشوندن جنایت باید رو خون را بری، بدون مال کشیدن تو این سیستم کامل نیست، ایران انقدر زندان داره که همتون جا بشین، ژورنالیست بازاری، مخبر دوزاری، هنرمند درباری، سوراخ موش بخر، مامور مزدور، از بالا دستور، جلاد مجبور، سوراخ موش بخر، سوپ با پیت مینان، منصوب بی اختیار، اصلا طلب حزب با سوراخ موش بخر، صادراتی نای یا کی زیرو رو که شارتایی، بده هرچی دلار داری سوراخ موش بخر، برو بده هرچی دلار داری سوراخ موش بخر. تنابه دار تنابه دار تنابه دار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گله میشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اونور دیوار، رفیق کلید تو خون قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گله میشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اونور دیوار، تنابه دار تنابه دار تنابه دار، تنابه دار تنابه دار تنابه دار، تنابه دار تنابه دار تنابه دار، تنابه دار تنابه دار تنابه دار. از تو بیز نمیشه شنی صدای فقر رو، نمیفهمی بی خانمانی تو شبای سرد، و بیا اونق درد و ببین تو تو نگاه مردم، بیا یه شب شهر نگاه از چشمای من کن. تو بیز نمیشه شنی صدای فقر رو، نمیفهمی بی خانمانی تو شبای سرد، اونق درد و ببین تو تو نگاه مردم، بیا یه شب شهر نگاه از با یک بچه لوکس نمیشه دید کوچه های خاکی رو، انا که برج نمیشه دید روزگار پایین رو، تو مسجد درس نمیدم بهت مرامو، طلبه که نمیدونه فلسفه حرامو، کسی ندید دلیل اجبار اعتراض چی بود، قاضی ندیده خونه دیوار انفرادی رو، مردم نون نداشتن حاکم نون اقتدار میخود، موشکات وسط کبیر چه انتقامی بود، مادر از خونه فراری شدم بی وطن و گم توی یه دونه لطاری، ندیدی زخمی ترین ملت توی جهانیم، نگفتی خشم ما توی خیابونه برا چی، وقتی مرگ حق بود ولی زندگی نه، وقتی دختر 9 سال هجله میرم، ایران قد کشیده بود دیگه حس نمی کرد، این جهنم و ساختی بمون بهش بدی نه، حتی بیس نمیشه شنید صدای فقر رو، نمیفهمی بی خانمانی تو شبای سرد، و اون به درد و ببین تو نگاه مردم، بیا یه شب شهر نگاه از چشمای من کنه، تو بیس نمیشه شنید صدای فقر رو، نمیفهمی بی خانمانی تو شبای سرد، اون به درد و ببین تو نگاه مردم، بیا یه شب شهر نگاه از تو مدرسه که نمیبینی ستاره ها رو، نمیتونی درک کنی غم شعرهای ما رو، هرگز گلوله خفه نکرده صدای سازو، من راوی حقیقتم این کارش با تو، این وعده هایی که دادی به کام ما نیست، تو توی یه روزتم حتی ستاره داری، آسمون ما شبا فقط آتیش میبارید، بیتت روشنه ولی دلت تاریک تاریک، اختلاس ندیدی، فساد ندیدی، شلیک مستقیم سپاهو ندیدی، مافیاتو ندیدی، رانتو ندیدی، توفه به چین فروش ها با خاکو ندیدی، ریاتو ندیدی، روی سیاتو ندیدی، اون رنگ رفته ی حناتو ندیدی، لابیاتو ندیدی، مال کشاتو ندیدی، اون ور آبشقه حال بچه هاتو ندیدی، ندیدی، نشنیدی، چون که با ما غریبی، یه چخشو شر بزن شاید تا همه خواب پر. Come here!
ملتی Y'all can you hear me? I need a big favor. Please raise hell upon the dictator. Cause we were dead, but we galvanized. Trying to chase the devil out of paradise. Eat on my heart, eat on in my soul. Wanna see my homeland before I get old. Wanna be a sheet off with the whole family. We about to live what we call. Praying for no happies, nah, nah. Not no Gucci or Prada. Ain't no money from Mullah. Don't need the Ayatollah. But we don't want it in dollars. We just want what is ours. And that's freedom. How many gotta die until we see some? Never see my home. Never felt my right. But ever lead a hope. To the end we fight. Knowing it can end our lives.